سلام دوستان، رکو هستم و با یک برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به حواشی زندگی پانتا بهرام و همچنین ابتلای وی به کرونا که از شما می‌خواهیم برای وی دعا کنید خواهیم پرداخت. لطفاً قبل از هر چیز از این قسمت در زیر همین ویدیو عضو کانال ما شوید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارش رو بزنید. بعد از ابتلای آرمان درویش بازیگر نقش البرز در سریال ملکه گدایان به کرونا و توقف این پروژه، حالا نوبت به نقش مادر او یعنی پانتا بهرام است که با این بیماری دست و پنجه نرم کند. دیروز پانتا بهرام با انتشار استوری در اینستاگرامش خبر ابتلای خود به بیماری کرونا را رسانه‌ای کرد. وی با انتشار عکسی با دستگاه اکسیژن نوشت: بالاخره کرونا در خانه ما هم نشست. با دیدن اکسیژن روی صورت خانم بهرام، احتمال اینکه ریه ایشان به این ویروس آلوده شده باشد زیاد است. از همین رو از شما عزیزان می‌خواهیم که برای سلامتی این بانوی هنرمند کشورمان دعا کنید. در ادامه کمی بیشتر با خانم بهرام آشنا شوید. پانتا بهرام بازیگر ایرانی تئاتر، سینما و تلویزیون، دانش آموخته مدرسه هنر و ادبیات صدا و سیما و ادبیات نمایشی است. او در 13 اسفند ماه 1348 در تهران متولد شد. او در سال 67 با ورود به مدرسه هنر و ادبیات صدا و سیما در رشته بازیگری زیر نظر گلاب آدینه فعالیت خودش را آغاز کرد و در سال 1370 از مدرسه هنر و ادبیات فارغ التحصیل شد. سال 71 در رشته نمایش نویسی در دانشگاه پذیرفته شد و سال 75 هم فارغ التحصیل گردید. با نمایش آتقی و شهر خیال در سال 69 به روی صحنه تئاتر رفت. اولین بار در سال 75 با فیلم زشت و زیبا وارد سینما شد. خانم بهرام در سال 79 وقتی 31 ساله بود با سریال مسافر به کارگردانی سیروس مقدم شناخته تر شد. مسافر نام یکی از مجموعه های تلویزیونی ساخت ایرانه که طی سال 79 در شبکه تهران و از اون پس در شبکه های مختلف از جمله شبکه جام جم و کانال های ماهواره‌ای به نمایش در اومده. نقش های او در سریال وکیل و پلیس جوان چندان محوری نبود و برای او شاید تنها جنبه همکاری مجدد با کارگردان سریال قبلیش رو داشت و در وکیل هم شاید بشه گفت که جنبه شناخت بازی در قاب تصویر برای او مهمتر بود. اما مسافر به خاطر نقش، شیوه بازی آن دختر معتاد و لحن و گونه خاص ادای دیالوگ و همچنین همبازی بودن با بازیگری مثل ابوالفضل پور عرب در آثار تلویزیونی او شاید جایگاه متفاوت تری یافت. بازی تحسین برانگیز او در سال 86 در چهارشنبه سوری شرایط خوبی را برای حضور او در سینما فراهم کرد و دوره جدیدی از بازی او را در سینما نوید داد. دوره‌ای که در اون بازی‌های خوبی در فیلم‌های مانند اقلیما، پستچی سه بار در نمی‌زند، هیچ و بدرود بغداد را به همراه داشت. نکته جالب درباره پانتا بهرام اینه که اون نقش کوتاهی هم در فیلم هامون داریوش مهرجویی ایفا کرده. او در این باره گفته: حضور من در فیلم هامون یک نقش کوتاه که به عنوان مشق کلاس توسط استادم گلاب آدینه به من توصیه شد برمیگرده. شاید باورتون نشه که برای ضبط همین یک بار رد شدن از جلوی دوربین 12 ساعت وقت صرف شد. پانتا بهرام در سال 1396 به دلیل عدم پرداخت دستمزد خود حاضر به بازی در قسمت آخر سریال دلدادگان به کارگردانی منوچهر هادی نشد. در نهایت تلاش برای رضایت ایشان نتیجه نداد و نویسندگان پایان بندی سریال را کاملا تغییر دادند. پانتا بهرام به دلیل بازی در نقش نسرین در فیلم سینمایی بیگانه به کارگردانی بهرام توکلی دچار بیماری عصبی شده بود. او برای بازی در این نقش در جشنواره فجر 32 نامزد جایزه نشد و از این بابت شگفت زده بود، چرا که معتقد بود که این نقش حداقل باید کاندید میشد. پانتا بهرام 3 فیلم بیگانه، چهارشنبه سوری و من مادر هستم را بهترین کارهای خود میداند.
او انوشیروان ارجمند رو از بهترین و اصلی ترین مشوقهای خودش در بازیگری میدونه و گفته که من به مرگ هنرمند اعتقادی ندارم و ایشان همیشه زنده هستن. پانتها بهرام از بازیگران سرشناس تئاتر ایرانه و در این باره گفته در تئاتر احساس آسودگی بیشتری دارم. خواستگاه هم آنجاست. خیلی راحت ترم وقتی تئاتر کار میکنم. به نوعی روی تئاتر تعصب دارم. تئاتر فضای بهتری برای عنوان کردن خیلی از موضوعات دارد. بداهه‌گویی و سانسور نشدن از نظر من دلیل کافی برای تعصب شخصی من به تئاتر. او مدتی به مجریگری هم پرداخته و در سری پنجم خندوانه در تابستان 97 به عنوان یکی از داوران برنامه خنداننده شو حضور داشت، گرچه او تجربه چندانی در کارهای طنز نداشت. متاسفانه مادر پانتها بهرام در مهر ماه 97 فوت کردند و او در غم از دست دادن مادرش به سوگ نشست و با انتشار عکسی در اینستاگرامش گفت دوباره سیب بچین حوا، من خستم، بگذار از اینجا هم بیرونمان کنند. پانتها بهرام در آخرین مصاحبه خود در تلویزیون در خصوص ازدواج خودش از دادن توضیح خودداری کرد. او در حال حاضر مجرد است، اما شایعاتی درباره ازدواج ناموفقش با سیامک احسایی بازیگر و داشتن یک پسر مطرح شد که او این شایعات رو تایید نکرد، اما درباره عکس منتشر شده او با کودک دختر اعلام کرد که فرزندی ندارد و او گندم خواهرزاده‌اش است. اولین حضور پانتها بهرام در شبکه نمایش خانگی با سریال عاشقانه به کارگردانی منوچهر هادی بود که با استقبال خوبی از طرف تماشاچیان روبرو شد و اخیراً هم در مجموعه نمایش خانگی ملکه گدایان به کارگردانی حسین سهیلی زاده جلوی دوربین رفته. از فیلم‌های مهم او میشه به هیچ، پستچی سه بار در نمیزند، من مادر هستم، روز روشن، کوچه بینام، میگرن و اقلیما اشاره کرد. پانتها بهرام که کار بازیگری خودش را با تئاتر آغاز کرد، در سن 19 سالگی اولین جایزه مهمش را برای بازی در تئاتر بهرام بیضایی برد. همچنین او دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول زن را از 31مین جشنواره فیلم فجر برای فیلم روز روشن دریافت کرد. پانتها بهرام تا به حال موفق شده چندین بار از جشنواره فیلم فجر و جشن خانه سینما سیمرغ بلورین و تندیس خانه سینما رو به خانه ببره و از جشنواره‌های جهانی صاحب افتخارات بشه. پانتها بهرام درباره اینکه هنرمندان لقب متفاوت ترین بازیگر رو به اون دادن اعلام کرد من متفاوت ترین بازیگر سینما و تلویزیون هستم، چرا که بازیگری رو با احترام به این شغل و جدیت آغاز کردم و این حرفه برایم یک شغل دم دستی نبوده. پانتها بهرام خودش رو یکی از با کیفیت ترین بازیگران میدونه و در این باره گفته من سعی کردم در تمام این سالها استانداردهای بازیگری رو رعایت کنم و به نظر خودم جز با کیفیت ترین بازیگران ایران هستم. پانتها بهرام به وجود مافیا در سینمای ایران اعتقادی نداره. او در این باره در برنامه 7 توضیح داده که من نام مافیا رو در سینمای ایران نمیبرم و به نظرم مافیا وجود نداره. در سینمای ما همچون بازی شطرنج دو جناح سفید و سیاه وجود داره و من به دلیل بلد نبودن این بازی جزو هیچ گروهی نیستم. من سالها در سینما به جای شطرنج تخت نرد بازی کردم و منچ انداختم چون به نسبی بودن جهان و بینابین بودن اون اعتقاد دارم. مهران مدیری بعد از اون که پانتها بهرام در دو فیلم کمدی عینک دودی و توکیو بدون توقف خوش درخشید از او برای بازی در سریال‌هایش دعوت کرد. با اینکه این سریال‌ها در آن زمان مخاطبان زیادی داشت، اما پانتها بهرام به دلیل اون که در بازیگریش احساس خطر کرده بود و می‌خواست که از فضای کمدی دور بشه تا بازی‌هایش یک نواخت نشوند، پیشنهاد را قبول نکرد. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت می‌کنید. حتما نظرتون رو در زیر همین ویدیو برای ما بنویسید و یادتون نره که با زدن دکمه سابسکرایب در زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه تا دیداری بعد، بدرود.